برنامه لویس رو با کلیک راست اوپن اجرا کنید. نقشه دم و آب راحتون روی نقشه آب رای کلیک راست کنید. وکتورایز سگمنت تو پوینت. گزینه رادیوی زیل دیستنس 5 متر میگیرم. یک نام براش انتخاب میکنم به نام ریور پوینت شو اد میکنم ریور رو چک میکنم. ملاحظه میکنید که نقشه آب رو هر رو 5 متر نقطه ای کرده. بنابراین نقشه نقطه ای رو فعال میکنم. ریور پوینت رو کلیک راست اوپن از تیبل. اینجا ایکس و وای نقاط رو آورده. از ویو کامند لاین رو من فعال میکنم. در این قسمت این دستور رو من تایپ میکنم distance مساوی با پرانتز باز درصد آره منهای یک پرانتز بسته ضرب داره 5 هم اون فاصله 5 متر. اینجا میاد فاصله تجمع رو حساب میکنه از نقطه شروع. اوکی صفر و طول آب را هم که تجمع باشه 5 کیلومتر و 265 متر. دستور بعدی رو تایپ میکنیم برای محاسبه این ارتفاع نقاط. Alt map value پرانتز باز. اینجا نام نقشه دمی هستش که average خورده رو تایپ میکنیم. اونجا شما هر نامی گرفتیم باید اینجا همون نامو تایپ بکنید که بیاد بر اساس این نقشه ارتفاعی ارتفاع نقاط رو در بیاره. در واقع با این دستور میگیم که برو نقشه دم اوریج بگرد با این ایکس و وای برامون ارتفاعش در بیار. خب اینتر میکنم. اوکی ارتفاع این نقاط به دست اومده. خب بهتره که استاتستیک پنم فعال بکنم که اینجا میاد. برای محاسبه برای مشاهده پروفیل طول آبرهه از گراف x دیستنس ارتفاع alt انتخاب میکنیم. اوکی محاسبه میکنه پروفیل طولی آبراه رو گرافش رو. خب اگرم خواسته باشین شما که به نوع نمایش گرافتون فرق کنه این دو ستون رو شما در برنامه اکسل کپی کنید و اونجا گراف ببینید. دوستان برای محاسبه یه شیب خالص و ناخالص در کتاب ها فرمولایی اومده که غالبا این فرمولا به دلیل عدم توانایی انسان خلاصه میشه. برای محاسبه شیب ناخالص یا خالص روش های خاصی اومده که با وجود GIS و امکانات محاسبه این امکان صورت میگیره که به دیتا های دقیق تری برسیم ما. دوستان دقت کنن برای محاسبه شیب و حوزه روش های زیادی هستش که غالبا ساختار اینا لوگاریتمیه. ما میتونیم یه شما ستون آلتیتود رو ضرب در 5 کنیم
این مساحت مستطیل هایی هستش که در لوگاریتم ازش نام برده میشه. مجموع این مساحت ها که در سامیشن میاد تقسیم بر طول آبرای اصلی، یکی از راه های محاسبه شیب رودخانه اصلیه.